آیا میخواهید بدونید که چجوری دوستای خودتون رو توی اتاق بی‌نهایت در حال بازسازی به دام بندازید یا واسه همیشه نذارید بخوابن؟ اینجا 28 روش وجود داره که میتونید اونا رو توی ماینکرافت اذیت کنید. سلام رفقا، من محمد امین از فارسی گیم تی وی هستم. لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید، صفحه ما رو سابسکرایب کنید و برای از دست ندن ویدیوهای جدید حتما زنگوله رو بزنید. حالا بریم سراغ ویدیو. به جای اینکه فقط یه پلیر AFK رو به جعبه ابسیدیان منتقل کنید، چطور اونا رو در جعبه پر از آب با دیوارهای ریجنریتینگ قرار بدید؟ تنها کاری که باید انجام بدید اینه که لاوا رو در قسمت بیرونی جعبه قرار بدید، یه کاندویت برای جلوگیری از غرق شدن اونا قرار بدید و الر گاردین مطمئن شه که اونا رو به معنای واقعی کلمه برای همیشه به بیرون از معدن میبره. هاپرها به معنی واقعی کلمه راه حلی برای شوخی با مردم دارن. اگر از ساختن فارم های بزرگ متنفرید، منتظر بمونید تا شخص دیگه این کار رو برای شما انجام بده و هاپر خود رو زیر فارم های قرار بدید که همه آیتم ها رو میگیرن. با این حال نیمی از موارد اونا رو برای شما فیلتر میکنه. شما چیزهای رایگان دریافت میکنید و اونا حتی متوجه نمیشن. یک بیس این ویژگی جدید فوق‌العاده را اضافه کرد که به بلاک های نوت اجازه میده صداهای ماب رو ایجاد کنن. اگه سر رو در بالا اضافه کنید، آیا دوست شما یکی از اون افرادی که دسته از اون شلیک های دراپ رو برای دور زدن داره؟ یه راه خیلی ساده برای به هم ریختن اونا اینه که به سادگی آب رو به یه بلاک لاپیس یا بلو استیند گلاس تغییر بدید، اما بسیاری از مردم در این مورد عاقل شدن و اولش بررسی میکنن. به همین دلیل که میتونید این مجموعه چست و آب رو در پایین اضافه کنید تا بتونید پایین ببرید و کاملا خوب باشید، اما وقتی دوستتون شما رو دنبال میکنه یه فرود امتر خواهد داشت. تله مشابه دیگه قرار دادن یه برگ دراپی در بالای گودال بزرگه. وقتی روی اون بیفتید کاملا خوب خواهید بود، اما وقتی دوستتون بیفته پایین میره و اون رو به گودال عمیق و تاریک زیر میفرسته. آیا میدونستید که ابزرورها میتونن تشخیص بدن که چه زمانی روی تخت میپرید؟ این به من یه ایده میده. با استفاده از یه مدار ساده با یه دیسپنسر میتونید ماشینی بسازید که از خوابیدن اونا جلوگیری کنه. همیشه یه مرد وجود داره که از سازه‌هاش خیلی محافظت میکنه و به شما اجازه نمیده به اونا نزدیک شید و بدیهیه که شما نمیتونید پایگاه اونا رو منفجر کنید. یا میتونید؟ خب این کار نکرد. بنابراین اگه در ساخت اونا کاپر دارید، سعی کنید از تبر روی اون برای تغییر رنگ استفاده کنید و بعدش اون رو با لونه زنبور واکس بزنید، یا حتی اگه لاک دارید به سادگی اونا رو با تبر جدا کنید تا رنگشون تغییر کنه. ترول ساده‌ای که به راحتی هر دوستی رو که ممکنه ترک کرده باشید خراب کنه. اگه شخصی در خونش فرش داشته باشه، خودش رو به یکی از ساده‌ترین و آزاردهنده‌ترین شوخی‌های بازی باز گذاشته. تنها چیزی که لازمه اینه که فرش اون رو پاره کنید و یکم آب زیر اون قرار بدید و بعدش اون رو با ماهی پاف پر کنید. به محض اینکه به خونه برمیگردن و انتظار دارن روی فرش دنج خودشون دراز بکشن، یه سورپرایز سیخدار دریافت میکنن. به نظر شما عجیب نیست که همه این سگ‌ها در ماینکرافت دقیقاً یکسان به نظر میرسن؟ شما میتونید از این برای ایجاد مزاحمت برای مردم استفاده کنید. تنها کاری که باید انجام بدید اینه که سگ کسی رو به جای مخفی بذارید و اون رو با سگ خود جایگزین کنید. وقتی دوست شما میاد تا سگش رو برای پیاده روی ببره، سالها تلاش میکنه تا بفهمه چرا نمیتونه اون رو بلند کنه. فقط مطمئن باشید که توی این روند به سگ اون آسیب نمیرسونید. آیا میدونستید که میتونید ترس بستن رو به کاف پامکین اضافه کنید و میتونید کاف پامکین رو به دیسپنسر مجهز کنید؟ فکر می‌کنم ایده رو فهمیده باشید. میتونید تقریبا در هر جایی مثل زیر درب کسی و قبل از اینکه متوجه بشن یه دیسپنسر قرار بدید. نزدیکترین صخره کجاست؟ آیا دوست شما که از اون مسیرهای گرویل زشت رو در اطراف خونه خود داره؟ خب برای تنبیه اونا برای عدم استفاده از این هک ساخت از آخرین ویدیوی من، اینو امتحان کنید. مسیر سنگریزه اونا رو خراب کنید و گودالی دزیر اون حفر کنید. سپس دسته‌ای از تابلوهای قرار داده شده به این شکل رو اضافه کنید که شن رو بالا نگه می‌داره. الان تنها چیزی که نیاز دارید پیستونی که این بلاک رو از بین ببره و به محض اینکه روی این صفحه فشار وارد میشه، همه چیز سقوط می‌کنه. همچنین توصیه میکنم گودال رو با تار عنکبوت بالای مقداری لاوا پر کنید تا واقعا اونا در مورد کاری که انجام دادن فکر کنن. تله گذاری اسپاون یکی از آزاردهنده ترین کارهایی که میشه با کسی که در هر بازی انجام داد و خوشبختانه انجام اون در ماینکرافت خیلی ساده است. تنها کاری که باید انجام بدید اینه که تمام بلاک های اطراف تخت شخصی رو بردارید و به جای اون این اتاقک ابسیدین رو درست در کنار اون قرار بدید. هر زمان که دوباره اسپاون میکنن بدون ابزار در اینجا گیر میافتن و مجبور میشن با مشت بیرون برن.
راه‌های زیادی برای اذیت کردن بازیکنان AFK در ماینکرافت وجود داره که خیلی سرگرم کننده تر از هول دادن اونا توی لاواست. به عنوان مثال یکی از موارد مورد علاقه شخصی من اینه که به جای اونا رو به کامپوستر که تا اینجا پر شده فشار بدم و بعدش دری از تله روی بالای اونا ببندم. در کل خنده داره، اما تماشای دوستتون که سعی میکنه بفهمه چرا نمیتونه در تله رو باز کنه خیلی خنده دارتره. و وقتی همه چی گفته شد و انجام شد، تنها کاری که باید انجام بدن اینه که کامپوستر رو بشکنن. اگه میخواید مشکل دائمی تری برای دوست خودتون ایجاد کنید، ممکنه این یکی برای شما باشه. با استفاده از این مجموعه از بلاک های اسلایم و ردستون میتونید موشکی بسازید که دوستتون رو به بالای جهان میفرسته. آیا تا حالا متوجه شدید که شیشه رنگی خاکستری روشن واقعا دوستی شما رو خراب میکنه؟ سعی کنید این رو در پشت بام شخصی بسازید و یه هاپر و یه دیسپنسر اضافه کنید تا تخما رو به موقع تخمگذار شلیک کنید. خونه اونا در کمترین زمان با جوجه پر میشه و اونا هیچ ایده‌ای نخواهند داشت که چی شده. هر بازیکن ماینکرافت درد رو میشناسه. این درد دقیقا شبیه یه شکاف اینونتری خالیه. این به این معنی که شما میتونید مخفیانه اینونتری شخصی رو با اونا پر کنید، یا بهتر از اون تمام چستای اون رو با اونا پر کنید. و اگه همه اونا رو متفاوت نامگذاری کنید، اونا باید به آرومی هر قطعه رو جداگونه حذف کنن. وقتی صحبت از صندوقچه‌ها شد، اونا راه عالی برای آزمایش قدرت دوستی شما هستن. با یه کامپریتور، چند پیستون و یه الماس میتونید دقیقاً آزمایش کنید که چقدر باید به دوستان خودتون اعتماد کنید. یکی از بهترین بخشای شوخی کردن با کسی اینه که بتونیم عکس العمل اون رو وقتی متوجه میشن که چه اتفاقی در حال رخ دادن ببینیم. و هیچ چیز بهتر از این ستاپ ساخته شده توسط گریان انجام نمیشه. هیچ کس نمیتونه در برابر رضایت از بیرون زدن یه برج عظیم از داربست مقاومت کنه. بنابراین یکی رو بالای خونه کسی بسازید، اما بذارید فقط یه بلاک گوتزه مثل این رو در خود نگه داره. وقتی دوست شما میره تا اون رو بشکنه و متوجه میشه که چه اتفاق افتاده، دیگه خیلی دیر شده و شما میفهمید که اونا تلاش میکنن تا جلوی اون رو بگیرن. یکی دیگه از اختراعات هیلی گریان بمب قایقه و این یکی حتی ساده تره. تنها کاری که باید انجام بدید اینه که یه تون قایق بسازید، و منظورم یه تون قایقه، و اونا رو بالای یه هاپر بندازید و به محض اینکه یک کاوشگر ناگاه از راه رسید و سعی کرد وارد بشه، همه اونا رو به این ترتیب دیسپنس کنید. مطمئن میشم که اونا خودشون این رو پیدا میکنن تا شما مجبور نباشید برای تمیز کردن اون کمک کنید. در مورد بمب ها متاسفم. آیا میدونستی که TNT به پورتال N سقوط کرده؟ آیا در واقع تا زمانی که باز جای خود نپرید منفجر نمیشه؟ حتی بدنه خودش رو حفظ میکنه. بنابراین اگه اون رو از حدود 70 بلاک به بالا رها کنید، هر کسی که خوش‌شانس نباشه فورا منفجر میشه، همراه با همه وسایل ارزشمندی که دارن. دیرپستون بیش از حد هم کار میکنه اگه شما این احساس رو ندارید، اما اجازه بدید با اون روبرو بشیم. شما ترجیح میدید اونا رو منفجر کنید. یکی دیگه از راه حل های عالی برای منفجر کردن کسی در آسمان استفاده از مانکارت های TNT. مطمئنا همه این راه ها برای ایجاد سلاح های هسته‌ای برای اون وجود داره، اما اجازه بدید با اون روبرو. شما باید در نهایت اون رو تمیز کنید. بنابراین در عوض اگه کسی ریویل تا معادنش داره، کافیه چند ماینکارت TNT رو در انتها به اون اضافه کنید و اگه چیزی منفجر شه، شما فقط به اون کمک میکنید که ماین کنه. از اونجایی که اونا در آپدیت 1.13 اضافه شدن، ستونهای حباب بهترین راه حل آسانسوری بودن که ما داشتیم و به راحتی هزاران راه برای به دام انداختن اونا و بدتر کردن زندگی دوستاتون وجود داره. ساده ترین راه اینه که بالای اون رو با ابسیدین احاطه کنید. بنابراین اونا باید برای بیرون اومدن اون در زیر آب ماین کنن. اما مورد علاقه شخصی من پرتابه دسته از تیرهای چیپت آرو در آبه که به هر کسی که میاد برخورد کنه. آسیب یا سم فوری باعث ترس واقعی اونا میشه. یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای اینکه واقعا کسی رو در ماینکرافت دیوونه کنید اینه که خونه‌ش رو با آب پر کنید. 2 دقیقه طول می‌کشید دسته ای از آب یا یخ روی سقف خونه قرار بدید، اما برای خلاص شدن از شرش باید همه جا تعداد بلاک بریک رو قرار بدید که برای همیشه طول می‌کشه. اگه می‌خواید واقعا شرور باشید، می‌تونید با بون میل یه دسته کلت بسازید تا تمام بلاک‌های منبع آب رو درست کنید. بنابراین بدون اسفنج اونها سالها اونجا خواهند بود. اگه میخواید دوست خودتون رو با روشی فوق‌العاده خلاقانه دیوونه کنید، سعی کنید از این ترفند فوق‌العاده منحصر به فرد استفاده کنید. این به این معنی که اگه بتونید دوست خودتون رو با انبوهی از گاری در سوراخی بندازید، به طور خودکار شروع به آسیب رسوندن به اونا میکنه. اگه ترجیح میدید کمتر شرور باشید، به جای اون از آرمور استند استفاده کنید. اونا آسیبی وارد نمیکنن، اما شکستن اونا برای همیشه طول میکشه. خب رفقا، ازتون ممنونم که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه از ویدیو لذت بردید حتما لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید، صفحه ما رو سابسکرایب کنید و برای از دست ندن ویدیوهای بیشتر حتما زنگوله رو بزنید. تا ویدیوهای آینده، روز و شب خوبی داشته باشید.